самарқанд дар ҳақиқат сарзамини ҷаннатӣ аст ва ҳар боре ки ба ин шаҳри кӯҳан оям, мумкин аст боду ҳавои форам ва ё макони ҷойгиршавии он бошад, дарди сарам камтар гашта, фишору хунам ҳам ба як меъёр меояд, мегуфтанд устод лоиқ. Гӯён дар рафти суҳбат овозхон санъаткори маъруфи самарқанд Ҳасан Нуруллоев оиди суҳбату вохӯриҳои зиёд бо шоири маҳбуби самарқандиён лоиқ Шералӣ бо фахр сухан кард. اگر سمرقند گوید اگر سمرقند بهشت مفتند همون جراوان من دولینیم من درد سرام گم میشدود گفتند چند بارا خانه استاد قمر پیام شدیم همین خیلی گپه میزدن همین خیلی روب سمرقند با که فرومدن اون کسی کسلشان گم میشدود 1976 با واسطه افضل شاه استاد جرابی مرادو من با استاد لایق شناس شدم در آنجا وای وقتها این خیلی تلفن های مبیلی نبود یا فوتو اپاراتو نبود یا سیامکه کردن با شنوخیز با نبود بسیار هفته با دو بار سه بار شنوخیز میکردیم شاعر فاتح نیازی کمال نصرالله ساربان افضل شاه سعید جان استاد لایق بسیار بسیار هر پگوی خانشان میرفتیم یک نانو قیمه خورده با یک صحبتشون میگرفتیم افسوس که این خیلی آدم ها دیگر نمیروین من گفتنی هستم که اگر درباره سمرقند گپ زنید وای خو تماما مفکورشان دیگر یک چیزی نه در آمین ایستن در باری سمرقند خورسندم که من فرزند سمرقند هستم روحشان شاد باشد استادا جاشان جنت شود من فرزندشان تا حالی رو بیا هست ما با دلاور و دیگر دیگر فرزندان بستانشناس سعیده کمالزاد که شاعره هم هستند و شعرهای خیلی پرمعنا را به قلم دادند با فخر گفتند که با استاد لایق واخورده در باره نوشته شدن شعر و شاعری در صحبت شدند من بسیار خورسندم که با همین خیلی شخص بزرگ در صحبت شده بودم سال 1984 ماه می در زال فعالان آثارخانه جشن 75 سالگی پوبلیسیست و نویسنده سمرقندی فاتح نیازی برگزار گشت در این تدبیر لایق شیرعلی هم اشتراک داشتند نه تنها اشتراک داشتند بلکه همین رئیس همین محفل بودند و ما پس از یوبیلی نویسنده باز نزدیک با لایق شیرعلی شناس شدیم هم صحبت شدیم و من پس از همین جرأت کردم که با لایق شیرعلی اون مشق های قلمه های خود رو روانه کنم اون کس شعر ها رو روانه کنم اون کس در اون وقت یعنی سردبیری و ژورنالی صدای شرق بودند و برای من از همه قیمت‌ترینش همین است که مکتوبی نوشته من به جواب نمونده دیر باشدم لایق با دست خودشون لایق شیرعلی به من به همون مکتوبی من جواب نوشتند و در آنجا گفتند البته که این شعرها البته براستی نه به درجه حالی شعر رسیده است لیکن اگر که شما شاعر شدن خواهید بسیار خونید زیرا این شاعر شدن بسیار مشقت طلب میکند و در آخر گفتند که به مقصد میرسد جویان راه آهسته آهسته گفته از زبان صاحب به من یک مسئله دادن که با یک چند یک فایز خوردی همین و به مقصد خود رسیدم گم خطا نمیکنم زیرا برای این با فکرم همین مسئلات های مفید لایق شیرعلی به من رهنما بودند رئیس شعبه ولایتی اتفاق نویسندگان ازبکستان تاشپولات توگالوف باشد در باره جای و مقام لایق شیرعلی در ادبیات نوشته شدن شعرهای پرمضمون و بلند اعجاز ادیب ایستاده گذشت 20-چه عصرنین özüge xas avazge ege bolgen Tacik şeriatinin yıldızlardan biri Şerali layık tevalüdünün 80 yıllık münasibat bilen ötkezletken tedbir bu Samarkandliklerinin Samarkand icad ahlinin özüge xas bayramı sıfatı öte yaptı bu bizi kuantırıptır yani kolumda argumanı layık kitabı tırıptı o küçükine çöntek bab kitabı olsa da bir de cüda acayip şiirler var şimdi Şerali layık hakkında biz özbek adıblar hem şairler hem cüda مناسب بهالر بلند، حرمت بلند، اسلشده دائما زمان نوی تاجیک شریعته ده هیچ کم لایقتهی کب آشقانه کیله مگن اطراف بو او یلتکن ارکین شیردن تارتب تا غزلر گیچه تورتلکلر گیچه عشق بلند لمالم سطرلر اکشته دیده لایق قدیمی شیر کرنشگه ینگی روح بغشلگن روحیت بلند شاعر دیدلر همی در قریب هر یک اشتراکچی شبی ادبی در موضوع نیکی بماند جاویدان تشکیل کرده شده که در تالار برهوی آثارخانه کشورشناسی سمرقند برگزار گردید در باره واخوری و یا صحبت صمیمی خیش با استاد لایق نقل میکرد با کدام معنی من همچون شاعری ملی تاجیکان میشناسم به اون واسطه که دردی دلی مردم تاجیک رو در دوره شوروی این گپ گفتگی دیده سخته سخته گپ زده
انا برای همین من شاعری ملی تاجیکو کتب میشناسم. روبای یا زنده کرد، دوبایت یا زنده کرد، غزل یا زنده کرد، هم به روحی نو، روحی تازه امروز قطعی زنده کرده تمام. همتیست، همتیست. بلندی شاعری لایق هم همین بود. لایق جایش مخصوص، لایق سیموش ابد زنده هستیم. عصرها میگذرد، زمانها میگذرد، اما لایق میماند. تدبیری فرهنگی را با سخن مقدمه‌ای پروفسور دانشگاه دولتی سمرقند جمعه همراه آغاز نموده، به صحنه شاعر، ژورنالیست، سناتور سرت عالی مجلس جمهوری ازبکستان فرمان تاشف را تکلیف نمود. ناطق درباره واخوری با ادیب در رسولوته برادری تاجیکستان حرف زد. بعد رئیس شعبه ولایتی اتفاق نویسندگان ازبکستان توش پولات توگالف، پروفسور دانشگاه دولتی سمرقند صدری سعدیف، ادیب برجسته، نویسنده، ترجمان، محقق، شاعر حیات نعمت، شاعر معاصر سمرقند سلیم کنجا، باستانشناس عالم نعمان محمودوف، فعال جمعیتی شاعر ژورنالیست نورمراد کریمزاده، رهبری مرکز ملی فرهنگی ولایت سمرقند اکبر محمودوف، تشکیلاتچی به واسطه تدبیری فرهنگی بهادر رحمانوف ها به سخن برآمده، درباره ایجادات غنی شاعری خلقی تاجیکستان برنده جایزه ادبی به نام ابو عبدالله رودکی، شاعر معروف دنیاوی لایق شیرعلی سخن کردند. بچگیم بی کس و تنها گذشت، بادره و با خوش چینی ها گذشت، دامنش از خوش پور با دامنی صحرا گذشت، در سری سنگ همه روز انتظار، می شمردم ترنه ها را هر بهار، بچگی با قطار ترنه ها یک جا گذشت، بچگی از ما بود و از ما نبود، بچگی گویا بود و گویا نبود، بی خبر ماندیم که تا دیدیم فرسک ها گذشت، خنده می کردیم سه ای شرشره، خنده می آمد زی هر سنگی دره، بچگی خنده در لب، لب لبی دریا گذشت. توی پیرم، توی پیرم، توی تدبیر پیرم، دعایم کن دعایت را بگیرم، نمی میری تو ای مادر اگر من برای مادر ملت بمیرم. خوانندگان مؤسسه های عمومتعلیم میانه رقم 30، 37، 40 و 43، 21 و چند دیگران با شقمندی از صحنه از اشعار شاعر بزرگ معاصر لایق شیرعلی پارچه های پرمحتوا را قرائت نمودند. آه داد از زندگی عمر جوانم می رود، با همه نام و نشان نام و نشانم می رود، عاشق شعریدگی دیوانگی فرزانگی از درخت عمر چون برگی خزانه می رود. گفته بودم من نمی میرم، غروری عشق بود، عاقبت می میرم و با من جهانم می رود. مادرم می گفت دایم وقتی خواب، خواب کن البته با پهلوی راست، آن همه کاری که نیت می کنی سر بکن با قوه بازوی راست، نان را دایم با دستی راست گیر، پیش اول آستین راست را گربی بندی اه دستی راست ده، بستی چپ نه خیر دارد نه بقا. برآمد صنعتکاران مشهور ولایت از قبیل آرتیست خلقی جمهوری ازبکستان و آرتیست خلقی جمهوری تاجیکستان مردان مولانوف، حافظان معروف حسن نوراللهیف، منصور نوروف، آوازخوان با استعداد و شناخته جمهوری آزاده احمدوف و بختیار مولانوف، از جوانان با استعداد بختیار نبیف و جسمینه عبادوها دوره را شکوه خاصه بخشیده، سرودهای دلنشینی با شعرهای استاد لایق بسته گردیده را با مهارت بلند اجرا نمودند.